سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. میسم هستم با یه ویدیوی آموزشی خیلی خیلی متفاوت امروز در خدمتتون هستم. ویدیوی امروز خیلی خاصه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه هیچ وقت من اولا که به این صورت ویدیو پر نمی کردم. دو اینه که خیلی اطلاعات مهمی توشه و اطلاعاتی که در مورد قوانین سوئد در مورد اینترنت و اگه شخصی از شما بخواد که یه عکس لخت از شما بخواد و شما براش بفرستین چه اتفاق میفته، یا اصلا از شما بخواد چه اتفاقی میتونین براش بکنین. یعنی این خود اطلاعاتی رو که من دارم به شما میدم از خود اینستاگرام سایت پلیس یه ویدیو گذاشتم، من خیلی دیدم خیلی جالبه، گفتم پس میتونم با شما به اشتراک بذارم، اونو نگاه کنم، همزمان برای شما ترجمه کنم. امیدوارم که کلمه‌های عجیب غریب توش نباشه که من بتونم کامل و درست برای شما ترجمه کنم و که شما هم یه اطلاعات کوچیکی داشته باشین. اگه از شما شخصی عکسی داره یا عکس لختی بخواد، یعنی در مورد ایناست، در مورد این قضیه است و حالا میریم داخل، شما بهتر متوجه میشید که بفهمین اگه این اتفاق برای شما افتاد چیکار میکنین. و خود یه بهترین راه حل اینه که یه نکته کوچیک بگم بعد شروع میکنم. بهترین راه حل اینه که شما حتما اگه اتفاقی براتون افتاد حتما به پلیس بگین قبل از اینکه اصلا کل ویدیو شروع بشه. پس با هم بریم ببینیم این ترجمه چی هست و چه چیزهای پلیس میگه، که چه چیزهای پلیس ریکامند میکنه، چه چیز پیشنهاد میکنه که شما بتونین انجام بدین. پس بریم ببینیم چیه. خب دوستان، همونجور که میبینید من توی خود اینستاگرام پلیس سوئد هستم، آفیشیال پلیس سوئد، یعنی شما میبینید همه اطلاعات اینجا هست. چیزی که من آخرین پستشون خیلی قابل توجه بود و خیلی من دوست داشتم که با شما اشتراک بذارم، میزنم روش و با هم میبینیم. بزنم استپش کنم، فول اسکرین کنم و تکست هم داره. جالبش اینه که تکست هم داره و امیدوارم که کلمه های خیلی عجیب غریب توش نباشه که منم بتونم ترجمه کنم. پس با هم نگاه میکنم، من هر چیزی که ایشون گفت و واسه تون ترجمه میکنم. پس اگه حرفای چیزی بود مال من نیست، مال ایشونه. ویسا سنیپان میگه که خیکن بیل پا دین سنوپ، میگه که آلت ترانسولی های خودتون هم زن هم مرد نشون بدید. ناکه سو فور پنگر فو اندیک، میگه که اگه عکس لختی تو بفرستی من برات پول میفرستم. میگه که دیک پیک، میگه یعنی که عکس تناسلی مردونه برام بفرست. ده ار اینت اوکی ات بی ات بانم ناکن بیلد، میگه که این درست نیست که شما از یه بچه بخواین، که بچه منظورشون زیر 18 ساله 100%، که یه عکس لختی برای شما بفرسته. ایت تریس و یا جواب پلیسن سام بروتسوتریدره، میگه که من اسمم تریس هست و توی بخش جنایی پلیس کار میکنم. این تکستی که اینجا هست میگه اونگا پناتت الوا فرو گرو اسبار، میگه که جوانان توی اینترنت 11 تا سوال و جواب. هر وانلیت ار ات اونگا دلا ناکن بیلدر، اوکی، میگه که چقدر یه چیز نرمالیه که یه جوان بخواد عکس لختشو بفرسته توی اینترنت برای یکی دیگه، یعنی جوونا که اینجوریه. میگه انقدر چیز رایجی نیست که آدم فکر میکنه حتما با وجود داره. الله شکر ابسولوت اینت ناک بیلده، میگه که همه 100% عکس لختی نمیفرستن، 100% همه این کارو نمیکنن. و ویل اینت دو گیاره ده سو بهاوه دو اینت گیاره ده، میگه اگه تو دوست نداری این کارو انجام بدی پس انجام نده، نیازی نیست که انجامش بدی. اینکه اگه بشنوی بقیه، منظورش اینه که اگه بقیه شنیدی انجام میدن شما باید انجام بدی، نه این کار انجام نده. ویلکی هر دست فو ناکه بیلدر سم دم اینت ویل ها دیکن هنده الا چی گفت؟ ببخشید من یه لحظه متوجه نشد. دیکن هنده الا اوافست شان ویلکی هر دست فو ناکه بیلدر سم دم اینت ویل ها دیکن هنده الا اوافست شان الی اولدر تjej kille, ung, gammal. Du har inte gjort något fel för att du får en bild som du inte vill ha. Jaha. Manzurish inje bud ke gof shoma age ye aksi az ye shakhsi giretun biad ke aksi lokhti ye nafar biad baratun taqsir shoma nist ke in aks umade baraye shoma.
یعنی من اولش متوجه نشدم یعنی چی، ولی خب بعد متوجه شدم ایشون توضیح میده، میگه اگه شما یه عکسی از یه شخصی گیرتون براتون یه حالا شاید یه لینکی یه جوری اصلا اتوماتیک باشه برای شما بیاد، این تقصیر شما نیست که این عکس اومده توی گوشی شما یا حالا تو پلتفرم شما. Vem är det som skickar eller ber om nakenbilder? چه کسی هست که عکس میفرسته یا درخواست عکس میکنه؟ چه اشخاصی هستن اینا؟ Många kanske tror att det bara är äldre män som ber barn och ungdomar om nakenbilder. میگه که خیلی ها تصور میکنن که فقط اشخاص مسن هستن که از جوانان درخواست عکس لخت میکنن توی اینترنت. Nätet. Det kan också vara ungdomar som tar kontakt med andra jämnåriga. میگه که ممکنه شاید یه جوان زیر 18 سال هم باشه که بخواد این عکس رو از یه همسن خودش درخواست کنه. Jag hade ett ärende där en flicka hade kontakt med en kille i samma ålder. De skickade. میگه که من یه پرونده داشتم که یه دختری با یه پسر همسن خودش با هم در ارتباط بودن. De båda nakenbilder till varandra. دو نفر برای هم دیگه عکسای لخت فرستاده بودن. Efter några år så hade den här killen av sig igen och då ville han ha fler nakenbilder och började hota henne. میگه بعد از چند سال این پسر و دختر از هم جدا شدن، ولی پسره بعد از چند سال برگشت و از دختره بیشتر عکسای لختی میخواست و ایشونو تهدید میکرد که عکسات حتما پخش میکنم و از این حرفا. سپریده رو من ناکن بیلدن اوم هن اینکه فیک فلیه بیلدن. اوکی میگه که آره، میگه پس اسپریده، میگه که یعنی میخواستم پخش، اگه نفرسی برای من عکسای لختی بیشتر برات پخش میکنم توی عکساتو پخش میکنم توی اینترنت. Och det är olagligt. و این یه کار خیلی غیرقانونیه. Hur kan det gå till? میگه چه اتفاقی ممکنه؟ چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ اون تا کانتکت می دی پو ات اسپیل سوم دو بروکر اسپیلا. منظورش بود چه جوری ممکن اتفاق بیفته اینکه مثلا یه نفر از شما بخواد عکس بگیره. میگه ممکنه که شما تو یه بازی دارین، بازی آنلاین بازی میکنین، با شما در ارتباط باشه و به شما بگه که با شما در ارتباط بیاد. تا حالا تا اینجا اینجوری گفته شما توی یه بازی آنلاین هستین و باش در ارتباط هستین با یه شخصی که اصلا نمیدونی چند سالشه، کیه، کجاست، چیه. اتفاق زیاد افتاده. میگه که شاید از در همون ابتدا خیلی آدم باحال و خیلی آدم کول و خوبی باشه به نظر بیاد. و شما با هم دوست میشین و با هم این بازی رو انجام میدین. För att sen gå över till lite andra frågor av mer sexuell karaktär, att man frågar vad har för underkläder på dig. میگه که بعد از اینکه یه خورده با هم دیگه شاید دوست شدین، شاید از شما بپرسه که یه مش سوالای سکسی در مورد سکس و اینا سکسی ازتون بپرسه که مثلا چه لباس زیری داری. En del går rakt på sak och frågar ska vi byta nudes, fråga om du skulle kunna visa. میگه که بعضی ها مستقیم میرن سر اصل موضوع و میگن که اگه میخوای ما میتونیم چیزایی رو با هم عوض کنیم. مثلا میگه که مثلا ما میتونیم عکسای لختی رو با هم بی پرده ازتون، اینو منظورش که بی پرده ازتون میپرسه میخوای ما عکسای لختی با هم عوض کنیم. بعضی هاشون اینجوری هم اون نیست که پراتا یه انان اپ در نیکه که کند سی ورندره. میگه که بعد شاید ازتون بپرسه که میخوای با یه اپلیکیشن دیگه با هم، یه برنامه دیگه با هم صحبت کنیم که بتونیم هم دیگه رو ببینیم، عکس مثلا مثل واتساپ، چم تلگرام و بلا 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 هر چیز دیگه. پرسونن کن اوتگیسی فر وارت بان ای دین اولدر. میتونه پس اون شخصی که مقابل شماست میتونه خودش جا بزنه به شخصی که همسن شماست، یعنی برای میتونه هر کسی نشون بده خودش رو، مثلا بزنه به جای شخصی کمسن سالتر. پس پرسونن ای شلو ورکت کنشه یه من 20-30-40 سالتر. و شاید یه این شخصی که داره با شما حرف میزنه یه شخص 20-30 یه مرد 20-30 ساله هستش. Är det olagligt att skicka en nakenbild om båda vill? میگه که آیا این سوالی که بود اینه که آیا غیر قانونیه که اگه یه نفر یه عکس بفرسته برای یه نفر، اگه دو نفرشون راضی باشن یه دو نفرشون بخوام؟ Är man myndig och båda vill skicka nakenbilder till varandra så är det inte olagligt. خب میگه اگه که دو نفر، دو شخصی که میخوان با هم عکس بفرستن بزرگسال باشن و
بخوان برای هم دیگه عکس بفرستن، هیچ چیز غیر قانونی وجود نداره. عکس لختی منظورم بود. Var en parrelation som skickar nakenbilder till varandra. Det behöver inte vara olagligt. میگه که بعضی از جوانان زیر سن هم با هم یه رابطه‌ای عشقی دارن، یا الان منظورش اینه که رابطه‌ای با هم دارن، رابطه‌ای صمیمی و عشقی با هم دارن، که مثلا این اکثرا تو سوئد هم همینجوریه، یه رابطه‌ای هست که دیگه تو وقتی که پیر میشن با هم هستن، حالا نیازی نیست همیشه اینجوری، ولی خب بعضی وقتا اینجوریه. حالا ایشون منظورش اینه که وقتی زیر سنی هم عاشق میشی با یه رابطه داری، اینم نیازی نیست که غیر قانونی باشه. حالا من نفهمیدم برای چی اینو اینجوری گفت. گفت این دلیل نداره که اینم غیر قانونی باشه، چون شما همدیگر دوست داری و میخوای برای هم عکس بفرستی. نه دو شیکت بیلدن سو هارو اینگه کنترول اوور دن لنگره. میگه که شما وقتی یه عکسی برای یه کسی دیگه میفرستید، دیگه این از کنترل شما خارجه. دن کن فیناس کوار ای مونگا اور و لنگست دن اوت بو اینترنت سو ویت دو آلدی وا دن دوکر اوپ ایگن. اوکی. میگه که این توی اینترنت هستش، یه وقتی دی معلوم نیست تو چه زمانی دوباره این بشه مثلا بیاد بالا، یا مثلا عکس شما پیدا بشه توی یه جایی از اینترنت، حالا مثلا توی یه گوشی، یه جایی توی یه سایتی، مثلا یه جای دیگه هست، یه دفعه دیدیم دوباره برد شد اومد بالا، یعنی یه نفر پیداش کرد. نه گره به گرنسن و بیاد برات. اوکی. میگه که چه زمانی از مرز میگذره، از مرز عادی بودن میگذره و تبدیل میشه به یک جنایت یا یک جرم. دیگه بستگی داره، کاملا بستگی داره به چیزی، به اتفاقی که میفته. اوکی. میگه اگه چیزی هست، اتفاقی تو زندگی شما هست که احساس میکنی داره یه چیزی غیر قانونی، یه چیزی غیر معمولی و خارج از کنترل شما هست، حالا این دقیقا معنیش نیست، ولی خب منظورش اینه که اگه یه اتفاقی داره میفته که شما حالتون غیر قانونی، اگه اتفاقی هست که شما نمیتونین منیجش کنین یا نمیتونین کنترلش کنین، پس به حتما به پلیس خبر بدین. وقتی میبینین حالتون خوب نیست، عکستون دست کسیه، یا هر چیز دیگه، شما میگه که حتما به پلیس مراجعه کنین. اوکی. و بعد ایشون میگه که اگه میبینین مثلا چیه، ما میتونیم به شما بگیم که این ایشون داره جرمی انجام میده با عکس شما یا نه. مثلا شما یه عکستون دست یه نفر هست، نمیدونم دوست ندارین باشه یا نه، میتونین به پلیس برین مراجعه کنین و بگین آقا من عکسام دست فلانی، جرم باید حسب کنه یا نکنه. این اطلاعات رو پلیس میگه پس به شما میدیم. این چیزی که من متوجه شدم. اوکی. میگه پلیس چجوری ارزیابی میکنه این گونه جرم ها رو؟ میگه ما کاملا جدی هستیم با این جور جرایم، جدی برخورد میکنیم حتما. و دوست که alltid anmäla till polisen om det händer någonting på nätet som inte känns bra. Du är inte ensam. میگه که شما حتما اگه شما حتما باید بریم به پلیس مراجعه کنین و گزارش بدین به پلیس اگه احساس میکنین اتفاق توی اینترنت میفته و حال شما خوب نیست، در موردش احساس شما خوب نیست. میگه که شما تنها نیستین، پس پلیس با شماست. ان اون دمز فر ان ها تیپن اف برات. چی گفت؟ حواسم نه. انسان. و هندر نر ان اون دمز فر ان ها تیپن اف برات. ار دو 15 eller äldre و ها بگوت ات برات. اوکی. میگه که اگه یه اگه شما زیر 15 سال، اگه زیر 18 سال، اگه اومدومین شما زیر 18 سال هستین، چه اتفاقی میفته براتون اگه برین توی اگه یه جرمی رو انجام بدین؟ میگه که اگه شما زیر 15 سال هستید، دو eller dina föräldrar blir skyldiga att betala skadestånd till den som du har utsatt. اوکی. میگه که شما اگه زیر 15 سال هستین، ممکنه شما هم جزء جرمی انجام دادین، ممکنه که شما یا پدر مادرتون رو برای جرمی که انجام دادین جریمه نقدی کنن. حالا مثلا بخواد شخصی از مثلا بره اعاده حیثیت کنه و از شما پول بخواد غرامتی دریافت کنه، غرامت بهترین کلمه است، غرامتی دریافت کنه، ممکنه این اتفاق بیفته. Can also få ett straff som kallas för ungdomstjänst. اوکی. میگه که ممکنه یه جریمه هم شما بشین که اوندومسشنس، یعنی وظایفیه که برای 15 ساله انجام میده. من نمیدونم چیه دقیقا، مثلا شاید به شما بگن آقا برو مثلا نمیدونم اینجوری این کار رو انجام بده، که برای بچه هایی که زیر 15 سال هستن، چون واقعا بچه هست آدم زیر 15 سال، نمیشه یه مجازاتی رو براش در نظر گرفت که مثل یه آدم مثلا 30 ساله، غیر ممکن اصلا همچین چیزی انسانی نیست به نظر من. Är man under 15 och inte straffmyndig så blir det en... Tjusjö.
Şey internetman injury shot. Play'e bakıyoruz hemen. Bu konsekvenser för dig. Dur bak şeyler internetten. Ho, soruyor. Så blir det ändå konsekvenser för dig. Andra myndigheter kopplas in och det kommer antagligen att hållas samtal med dig och din. Okej, okay, mycket föräldrar tillsammans om det som du har gjort. Ja. میگه که ممکنه برای شما اتفاقایی بیفته و مثلا ادارات دیگه بیاد با شما با ارتباط برقرار کنه. من نمیدونم دقیقا چی منظورش کدوم ادارات، چون من همچی کاری نکردم نمیدونم، ولی میگه ممکن از جاهای دیگه به شما بیان با شما ارتباط برقرار کنن، با شما و خانوادهتون، که بخوان اصلاحتون کنم. مثل فکر کنم منظورش از این کانونای اصلاحات و اینا هستش. میگه که آدم باید چیکار کنه اگه یه نفر واسه شما عکس لختی میفرسته؟ اگه یه نفر واسه شما عکس لختی میفرسته شما باید چیکار کنه؟ فور دو ان اوونسکد. میگه که بیل skicka till så ska du anmäla det till polisen. اوکی، میگه اگه شما یه عکسی دریافت کردین که یه عکسی دریافت کردین، یه عکس لختی ناخواسته دریافت کردین، میتونین اینو به پلیس گزارش بدین. Tänk på att han skärmdumpar på konversationen som ni har haft. Skriv ner användarnamn och میگه که ممکنه بعضی وقتا all information som du har kring den som du har fått bilden av. اوکی، میگه که میگه پس یادتون نره اگه همچی چیز عکس گیرتون اومد میخواستین به پلیس گزارش بدین، میتونین اسکرین شاتش کنین و همه اون چیزا، اون توضیحاتش رو و همه اون چیزا و شخصی که براتون فرستاده رو عکس اسکرین شات بگیرین و اون رو همراه خودتون به پلیس ببرین. Bra att göra anmälan så fort som möjligt. För spår på nätet de försvinner snabbt. اوکی، میگه که پس اگه میتونین به سریع ترین شکل ممکن اینو به پلیس گزارش بدین، چون که اون جاپاهایی که توی اینترنت هست، اون لاینایی که توی اینترنت هست سریع از بین میره، یعنی اون خط ارتباطی که کسی که برای شما فرستاده ممکنه از بین بره. Vad ska man göra om någon ber om en nakenbild? Avsluta. میگه که آدم با Du behöver inte میگه که اگه از یه نفر از شما بخواد که عکس لختی براش بفرستین، چه اتفاقی، چه امکانهایی هست که شما میتونین انجام بدین؟ تو بیا برین تسفارا پا مدلندت. میگه که شما نیازی نیست به اون مسیج پیام بدین؟ بارا پا دی میدلندت. ویست تیل می دم سم بلی حوتا دت شکه ناکن بیلده. میگه بعضی هم هستن که تهدید میشن که برای ما عکس بفرستین. از باید برای ما عکس بفرستین. تهدید میشه که باید برای ما عکس بفرستین. Anmäl det till polisen och skicka ingen nakenbild. Okej. میگه که اینو به پلیس گزارش بده و هیچ عکس لختی هم نفرست. Är det någon idé att polisanmäla? میگه آیا درسته که آیا خیلی کار خوبیه که به پلیس گزارش بدیم؟ آیا ایده خوبیه که به پلیس گزارش بدیم؟ یا در آلتید اینی برای ایده پلیس آنملا؟ میگیم بله، این همیشه کار خیلی خوبیه که به پلیس گزارش بدیم. Ja, det är alltid en bra idé att polisanmäla. Det är oftast fler personer som blir utsatta för samma gärningsman. Okej, میگه که همیشه چند شخص، همیشه اشخاصی از چند شخصی که مثلا متضرر میشن، همیشه یا مثلا در معرض خطر هستن، از طرف یه شخص هستن. یعنی مثلا شما میگه مجرم همیشه به یه نفر همچین جرمایی رو انجام نمیده، به چند نفر انجام میده. پس بهتر شما اینو گزارش بدین. حتما منظور شما just din anmälan kan hjälpa fler som har blivit utsatta. اوکی، میگه پس اگه شما گزارش بدین کمک میکنه به کسایی که بیشتر در معرض خطر هستن، کمک میکنه به بقیه اونایی هم که به در معرض خطر هستن کمک میشه. و kom ihåg att det är ditt fel att du blir utsatt för brott. و میگه که یادتون باشه که تقصیر شما نیست که شما در معرض خطر هستین. اگه این اتفاق برای شما بیفته تقصیر شما نیست، یه شخص دیگه داره شما تعلیم میده. و سایت پلیس هست، حتما میتونید مراجعه کنین و از تیپس ها و از داره تکرار میشه. خب دوستان، این بود که دیدین که من براتون گفتم سایت پلیس میتونید حتما میتونین برین و از
از اطلاعاتشون استفاده کنین. حالا من خلاصه اون چیزی که اتفاق افتاد رو براتون بگم. اولا که این پیج این پیج اینستاگرام من خدا خواسته و بزرگترین پیج فارسی زبانان رو توی سوئد دارم، میتونین بیان اونجا و از آموزش زبان استفاده کنین. حالا یوتیوب یه بخشای جداگونه داره. حالا بالاخره خلاصه این داستانی که اتفاق افتاد، این چیزی که ایشون گفت این بود که شما هیچ وقت تنها نیستین تو سوئد، پلیس همیشه با شماست. اگه شخص شما رو تهدید کرد حتما به هر نحوی، کوچکترین تهدیدی نذارین بیشتر بشه، برید به پلیس بگین، پلیس دست ده. پلیس اینجا بهتون کمک میکنه. یا مثلا اگه شخصی از شما خواست برید به پلیس بگین، آقا بگین داره تهدید میکنه، عکس میخوام فلان، گزارش بدین و پلیس تارهندم ده یعنی که ایشون پلیسا بهتون کمک میکنن و از شما مراقبت میکنن و از این چیز، از این کیسی که برای شما هست، کار شما را انجام میدن و 100% بی جواب نمیذارن. حالا اگه سوالی چیزی دیگه دارین توی همین ویدیو، زیر همین ویدیو برای من بفرست بنویسید و که من حتما میبینم و حتما سوالاتون جواب میدم. اگه درخواستی دارین در مورد چیزی ویدیو درست کنم، حتما بنویسید، من انجام میدم. چیزی دیگه نمونده، همین بود. فقط یادتون باشه لایک کنین.